سلام بچه ها، به کانال ورد آف مکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از بهترین اینتروها در بازی های ویدیویی آماده کردم. به نظرم هیچ چیزی مثل اینتروی یه ویدیو گیم نمیتونه ما رو هیجان زده کنه. اینتروها یا همون فیلم های آغازین تأثیر خیلی زیادی روی دیدگاه اولیه شما روی بازی میذارن و برای همین سازنده ها سعی میکنن اونو به بهترین شکل ممکن بسازن. خیلی وقتا بعضی از پلیرها فقط به خاطر اینکه یه بازی اینتروی قشنگی داشته اونو تا آخر بازی میکنن و فکر میکنن بازی خیلی خوبی بوده. خوشبختانه اکثر ویدیو گیم هایی که از نظر من اینتروی خوبی داشتن تونستن انتظاراتمو برآورده کنن. اما با این حال حتی منم بعضی وقتا گول اینترو رو خوردم و بعدش یه بازی ضعیف رو تجربه کردم. با ما همراه باشید تا 10 تا از بهترین اینتروها در بازی های ویدیویی رو بهتون نشون بدیم. شماره 10، Mass Effect 2. And it's up to us to stop them. The council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. واقعا جای شرمساری داره وقتی میبینیم بایور خودش از کجا به کجا رسونده. بعد از ساختن بازی‌های بی‌نظیری مثل سگانه Mass Effect، کارشون به تحویل دادن بازی مزخرفی مثل آنتم میرسه. اما با این حال، ما اینجاییم تا در مورد اینتروها صحبت کنیم. که Mass Effect 2 یکی از باحال‌ترین اونا رو تجربه کردیم. وقتی که شما مثل همیشه کنترل فرمانده شپرد رو دارید و توی سفینه خودتون دارید به یک مسیری ادامه میدید. اما خب بهتون حمله میشه. در اینجا شما باید به افراد خودتون کمک کنید. یکی از کسایی که عقب مونده و شما باید نجاتش بدید، خلبان اصلی یعنی جوکره. کسی که توی بازی اولم با همون همراه بود. به هر سختی که شده، شپرد میتونه جوکر رو نجات بده و اونو به یه قسمت امن برسونه. اما خودش اونقدر خوش شانس نیست، چرا که یه انفجار باعث میشه شپرد از سفینه پرت بشه بیرون. اون توی هوا معلق میشه و بعد به خاطر اینکه اکسیژن کافی نداره، خفه میشه. بعدش یه آهنگ دراماتیک با پیانو نواخته میشه که واقعا بی‌نظیره و بعد از چند ثانیه سکوت لوگو Mass Effect 2 نمایش داده میشه. واقعا یکی از بهترین اینتروهایی که یک بازی میتونه داشته باشه. همه ما فکر میکردیم که شاید مثل متال گیر سالید 2 قرار نیست با کاراکتر اصلی بازی کنیم و دیگه خبری از فرمانده شپرد نیست. اما خوشبختانه طی پروژه لازاروس اون 2 سال بعد زنده میشه و ما دوباره کنترل اونو به دست میگیریم. واقعا که باید به بایور به خاطر خلق همچین شاهکاری تبریک گفت. شماره 9، مورتال کامبات آرماگدون. It was foreseen that combatants would one day grow too powerful and too numerous. همون اول بهتون گفتم که منم هر از گاهی گول اینترو رو میخورم. خب مورتال کامبات آرماگدون در واقع همون اینترو بود. آخرین بازی که توسط استودیو میدوی ساخته شده دقیقا اون چیزی نبود که ما انتظارش رو داشتیم. ولی خب نمیشه این قضیه رو انکار کرد که اینترو یا فیلم ابتدایی اون واقعا بی‌نظیر بود. اول این اینترو ما یک کرکس رو میبینیم که داره با یک جنازه ور میره. بعدش صدای پا میشنویم. برای اولین بار همه کاراکترهایی که توی مورتال کامبات حضور داشتن توی یک بازی در کنار همدیگه جمع شدن و خب به دو دسته تقسیم میشن، دسته خوبها و بدها، روشنایی و تاریکی. مهم نیست کاراکتر مورد علاقه شما کی باشه، توی این بازی میتونید اونا ببینید. این دو گروه با هم مبارزه میکنن. ما دشمنای قدیمی رو میبینیم که دارن با همدیگه میجنگن. اما بعدش وقتی که شاهکان داره همه رو درو میکنه، یهو یه جور هرم از زمین در میاد. ما هنوز نمیدونیم این هرم چیه، ولی ظاهرا همه میخوان بالای اون برن و با هم مبارزه میکنن. بعد از اینکه ما کلی از کاراکترهای معروف رو ببینیم که از بالای هرم پرت میشن پایین، بالاخره فکر میکنیم که شاید چنگسون کسیه که برنده شده. اما وقتی که اون داره خودشو به بالای هرم میرسونه، لیو کینگ با زنجیرهای خودش جلوی اون رو میگیره و بعدش ما یه هیولای آتشی رو میبینیم که نعره میکشه و اینترو تموم میشه. Come to this final battle. Armageddon has begun. شماره 8، تیکن 2. کنترل
کلن بازی بیتم آب روی یک کارکتر خاص نمیچرخن و توی اون ما مجموع شخصیت های مختلف رو داریم. این قضیه توی تیکن دو هم صدق میکنه. ما انتظار داریم توی اینتروهای این بازی ها تمام کارکتری که داخل بازی حضور دارن رو ببینیم، که خب توی تیکن دو همین جوریه و هر کارکتر به بهترین شکل ممکن نمایش داده شده. مثلا هیاچی بعد از اینکه توی بازی اول از یه دره پرت میشه پایین از اونجا میاد بالا، و یا ما نینا رو میبینیم که داره موهای خودش رو افشون میکنه، یا مثلا کینگ که ماسک خودش رو روی زمین انداخته. خلاصه تمام کارکترهای این بازی به بهترین نحو ممکن نمایش داده میشن. درسته که تیکن 3 توی خیلی از موارد از تیکن 2 بهتره، اما اگه قرار باشه بهترین اینتروی توی کل این فرانچایز انتخاب کنیم، به نظر من قطعا اون انتخاب به تیکن 2 تعلق میگیره. شماره 7، Resident Evil 2. What have we got here? البته منظور ما Resident Evil 2 اصلیه، نه نسخه ریمیک. نه اینکه نسخه ریمیک بد باشه، اما خب به نظرم اینتروی Resident Evil 2 کاملا بهتر و انقلابی تر بود. بعد از موفقیت‌های زیاد نسخه اول، همه ما انتظار داشتیم که توی نسخه دوم دوباره کاراکترهای قبلی یعنی جیل والنتاین و یک کریس ردفیلد رو ببینیم. اما خب ما با دو تا چهره جدید آشنا شدیم، یعنی لیان کندی و کلر ردفیلد. خب اون موقع این دو تا کاراکتر مثل الان چندان شناخته شده نبودن و هیچکس نمی‌دونست که قراره کلی بدرخشن، مخصوصا لیان. کلر سواری موتور خیلی خفن بود و داشت به سمت شهر می‌اومد تا دنبال برادر خودش بگرده، یعنی کریس ردفیلد. اما وقتی که وارد شهر میشه میفهمه که یه سری اتفاقات داره میفته و توی یه رستوران مجبوره با زامبیا درگیر بشه. از اون طرف ما با لیان آشنا میشیم که در واقع داره اولین روز خودش رو به عنوان یه پلیس در راکون سیتی میگذرونه. اون هم متوجه حمله زامبیا میشه و خب مبارزه با زامبیا لیان رو به همون رستورانی میرسونه که توش کلر هم حضور داره. این دو نفر با همدیگه آشنا میشن و بعد مجبورن با یه ماشین پلیس فرار کنن. یه ماشین پلیس یهو یه زامبی خودشو نشون میده و بعد از کلی تقلا کردن ماشین پلیس اونم میخوره به یه کامیون و این دو نفر میتونن قبل از تصادف بپرن بیرون. یه انفجار خیلی بزرگ رخ میده و این دو نفر به وسیله اون کامیون از همدیگه جدا میشن. به نظر من در بین تمام اینترایی که توی کل فرانچایز رزیدنت ایویل دیدیم، هیچ کدومشون مثل نسخه دوم نمیتونستن هیجانو به ما منتقل کنند. شماره 6، فاینال فانتزی 8. همونطور که میدونید فاینال فانتزی یه جی آر پی جیه که خب توی اون شما کارکتر خاصی نمیسازید و کنترل یه سری کارکتری که از قبل مشخص شده رو به عهده میگیرید. توی نسخه 8 ما با 4 تا کارکتر بی‌نظیر یعنی رینا، سکوال، سیفر و ادیا آشنا میشیم. هر کدوم از این کارکتر بر اساس شخصیتی که دارن توی اینترو نمایش داده میشن. مثلا ما یکی از کارکترها رو میبینیم که توی دشت پر از گل نشسته و یک آهنگ ژاپنی خیلی بی‌نظیر هم پخش میشه. اما در کنارش توی بخش دیگه از بازی ما دوئل دوتا کارکتر رو میبینیم. در واقع چیزی که باعث میشه این اینترو انقدر به یاد موندنی باشه درست کردن محیط و اتمسفر مناسبه. بعد از اینکه فاینال فانتزی 7 عرضه شده بود هیچ کس فکر نمیکرد که دوباره ما بتونیم یه فاینال فانتزی به همون خوبی ببینیم، که خب نسخه 8 به ما ثابت کرد سخت در اشتباه بودیم. این اینترو تونست کاراکترها رو به خوبی به ما نشون بده، به طوری که حتی به شخصیتشون هم پی ببریم. این نکته هم در نظر بگیرید که این بازی در سال 1999 ساخته شده بود، اما با این حال چه گرافیک بی‌نظیر داشت. این قضیه رو میتونید توی همین اینترو بی‌نظیر ببینید. شماره 5، متال گیر سولید 2، ساوند آف لیبرتی. حالا که داریم در مورد بازی های پلی‌استیشن 2 صحبت میکنیم، بهتر به متال گیر سولید 2 هم اشاره کنیم، یعنی یکی از بهترین نسخه های فرانچایز متال گیر سولید.
در کنار اسنیک ایتر، سانز آف لیبرتی از جمله بازی‌های محبوب من توی سری متال گیر سالید به شمار میرن. اینتروی بی‌نظیر این بازی ما رو یاد فیلم‌های هالیوودی میندازه، جایی که ما همون اول نماهای نزدیک از کاراکتر اصلی یعنی سالید اسنیک رو داریم. بعدش به ما توی هوای بارنی پل واشنگتن نمایش داده میشه. در همین حین ما عدم زدن یک کاراکتر رو میبینیم که به صورت کامل خودشو پوشونده و نمیتونیم حدس بزنیم کیه، اما با توجه به کفشاش میشه حدس زد یک کاراکتر نظامیه. اون شروع میکنه به دویدن و بعد از روی پل میپره پایین و روی یک کشتی فرود میاد. اونجاست که لباس این کاراکتر میره کنار و ما میفهمیم اون سالید اسنیک بوده. همچنین در تمام مدت آسلات داره اونو با دوربین خودش میبینه و بعد میگه بالاخره سرکله پسرمون پیدا شد. شماره 4، دیویل می کرای 3، دانتیز اویکنینگ. قبول داشته باشید یا نداشته باشید، دانته یکی از خفن‌ترین کاراکترهای صنعت گیمینگ به شمار میره. کسی که همه باهاش حال میکنن، چرا که هم قیافه باحال داره و هم لباس پوشیدنش خیلی خفنه. احتمالاً همه شما نسخه سوم این فرانچایز یعنی دانتیز اویکنینگ رو بازی کردید، جایی که ما همون اول کاراکتر مورد علاقه خودمون رو با موهای نقره‌ای قشنگش میبینیم، جایی که توی اتاق خودش نشسته و فقط یه جعبه پیتزای نصفه توش وجود داره. من و دانته توی این موضوع بچه اشتراک داریم. اون تازه دفتر جدید خودش رو باز کرده و در واقع یه جور شرکت مبارزه با هیولاها درست کرده. بعدش تلفنش زنگ میخوره، اما خب صدایی به گوش نمیرسه. وقتی که تلفن رو زمین میذاره، یه فرد اسرارآمیز اونجا میاد که یه جور کتاب دستشه. مکالمه این دو نفر زیاد طول نمیکشه، چرا که بعدش یه سری شیاطین به دانته حمله میکنن. بعدش ما شاهد یه مبارزه خیلی خفن با آهنگ بی‌نظیر هستیم. دانته خیلی راحت داره با این شیاطین مبارزه میکنه و در این حال فقط سعی داره بتونه یه لقمه از پیتزای خودشو بخوره. هنوز که هنوزه، خیلی دقیق میتونم فریم به فریم اون شلیک پایانی دانته به آخرین شیطانو به یاد بیارم. شماره 3، اونیمیوشا 3. اگه منتقدین برای بازی اونیمیوشا 3 فقط در مورد یه چیز اتفاق نظر داشته باشن، اونم اینترو بی‌نظیر این بازیه. بدون شک میگفت که این اینترو یکی از بهترین ها در کل بازی های ویدیویی به شمار میره، جایی که ما کاراکتر اصلی بازی یعنی سامانوسکه رو میبینیم که داره به لشکر بزرگ از شیاطین حمله میکنه، شیاطینی که قراره به کمک نوبوناگا اودا برند. به نظرم یکی از مهمترین چیزایی که باعث میشه این اینترو انقدر بی‌نظیر به نظر بیاد، مبارزه سامانوسکه با هیولا هست. صحنه مورد علاقه من، جایی که سامانوسکه چند قدم روی دیوار راه میره و بعد یه لگد محکم به صورت یکی از این شیاطین میزنه. گرافیک برای اون زمان واقعا بی‌نظیره، اما با این حال میگم این مبارزه است که حرف اول میزنه. بالاخره اون به رهبر این هیولاها میرسه، اما خب توان مبارزه با اونا فعلا نداره. پس قلب اون کشتی که در واقع یه جور هیولای بزرگ هست رو نابود میکنه و اینطوری کل یگان از بین میره. در نهایت اون با جمع کردن قدرت تمام هیولاهایی که کشته میتونه رهبر اونا رو به راحتی هرچه تمامتر شکست بده. شماره 2، Half-Life. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. لعنتی نمیشه چیزهای منفی زیادی در مورد این بازی پیدا کرد، اما خب یکی از بهترین قسمت‌های این بازی برای همون صحنه ابتداییشه، جایی که دکتر فیرمن به
تأسیسات بلک ماسا آمده تا کار خودش رو شروع کنه. اون اول سوار یه جور قطار میشه و بعد مسیر رو در طول آزمایشگاه طی میکنه. شما خیلی راحت میتونید به اطراف خودتون نگاه کنید و با محیط آشنا بشید. توی اونجاست که برای اولین بار شخصیت مرموز بازی یعنی جیمن رو هم میبینیم. این اینترو بیشتر از این که بخواد کاراکتر اصلی یعنی گوردون فریمن رو به ما معرفی کنه، میخواد به ما نشون بده که اون قراره توی بازی چه کار کنه. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. شماره 1. بتمن آرکام اسایلم. چی از این بهتر که با همون اول دوتا کاراکتر اصلی فرانچایز بتمن رو در کنار همدیگه ببینیم، یعنی خود بتمن و دشمن همیشگیش جوکر. اما اشتباه نکنید، ما نمیخوایم در مورد خود بتمن حرف بزنیم، اون فقط میخواد جوکر رو به یه جور تیمارستان ببره. ما میخوایم در مورد جوکر صحبت کنیم. طبق معمول صدا پیشگی این کاراکتر توسط مارک همل به عهده گرفته شده که واقعا کارش حرف نداره. در حالی که شما دارید سعی میکنید جوکر رو تحویل بدین، اون شروع میکنه به خندیدن و مسخره کردنتون. شما به راحتی میتونید اتمسفر سنگین اونجا رو حس کنید و قطعا میتونید حدس بزنید که قراره یه اتفاق بدی بیفته. ناسلامتی شما دارید جوکر رو تحویل میدید، اما وقتی که شما دستتون از اون کوتاه میشه، جوکر نقشه خودش رو عملی میکنه. اون با کمک هارلی کوین میتونه دستای خودش رو باز کنه و فرار کنه و بعد به بتمن میگه Welcome to the Mouse House Batman. با اینکه این اینترو تقریبا 10 دقیقه طول میکشه، اما شما حتی یه لحظه هم حس میکنید که حوصله‌تون سر رفته، چرا که تمام ثانیه های اون به خوبی فریم به فریم فضا رو بهتون منتقل میکنند. Welcome to the Madhouse Batman. I set a trap and you sprang it gloriously. Now let's get this party started. خب بچه‌ها، اینم از ویدیوی امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما دیگه چه اینتروی خوبی میشناسید؟ توی کامنت ها حتما با همون به اشتراک بگذارید. بچه ها، اگه به کامیک بوک علاقه دارید، بهتر به کانال دوم ما سر بزنید، چرا که توی اون هر روز براتون ویدیوهای جدید قرار میدیم، یا در مورد تاریخچه کاراکترها صحبت میکنیم، یا کامیک بوک های جدید رو براتون ترجمه میکنیم. لینک اون کانال رو زیر ویدیو میذارم، حتما بهش سر بزنید و با سابسکرایب کردنتون ازمون حمایت کنید. در همین حین در غار خفاشیه بتمن، بروس در حال جستجو و پیدا کردن جوکر هست و به هیچ نتیجه ای نمیرسه. آلفرد برای اون صبحونه میاره و ازش میپرسه اربا بروس، چیزی شده؟ میتونم کمکتون کنم؟ من اینجا یه تشکر بکنم از بارسام تیوب، سفند کاظمی و علی دات دی ان عزیز که ما رو دونیت کردن. اگه شما هم میخواید از ما حمایت کنید، میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم خوبی داشته باشید تا قسمت بعد. خدا نگهدار.